سلام و درود خدمت شما، رسیدیم با قسمت پایانی دیسپال همراه با برادر عزیزم سلطان این امالکیه ینگ آقا سهیل سلوا. عشق ببین عشق دادی هنسیری ها رو بالا ما بیارید پایین که قراره کلی داد و بیداد بکنید در اتاق جدید. اتاق جدید مدل موی جدید رو ببین. ببین نوکرتم مدل مو بچه این بنفش بود. وایسا من توضیح بدم، این بنفش بود فانتزی بود، این قشنگ بنفش بود. نگاه الان یه خورده بنفشه، یه لایه های بنفش توشه. بچه من توی یه هفته شستمش، اول بنفش بود شد صورتی، کلن الان سفید شده. من نمیدونم، بعد زنگ زدم گفت رنگ فانتزی همینه، این واقعیت داره یا توشه. قشنگ کرد توش، قشنگ کرد توش. به من قشنگ بگی توش کردن یا واقعیت داره پیدا. اینو من بگو مهدی تو نظر دینه توش کردن؟ حتماً توش کرد. الان دو تومن هم حتماً ازت گرفته. 5 جونیم پول دادم. 5 جونیم. 5 میلیون بوسن. نگاه اولش چجوری بود آجی؟ اولش اینقدر بنفش بود آجی؟ نه بابا. به قرآن بدی شد. مگه میشه آقا؟ من نمیفهمم دیگه. بچه نظرتون رو بگید چطور شده اتاقم؟ اینو بگید که بریم سراغ ویدیو. چیکار داریم اتی امروز؟ اینجا یوتیوبرها رو شما داری میبینی؟ این یوتیوبرایی که این چیه؟ این چیه دیگه؟ این شکلات بچگی های من آقا مهدی. آقا من علی و محمد افشار اینا چرا خاکستری؟ شما رو دیگه شیرتون رو کشیدن، بازیکنی نداری. هنوز همه بچگی مو میگم. آقا عکس فلیم چرا مثل زندانیای بوسنیه آقا اونجا؟ خود دنیال وز تو زندان. خب پس فلیم دنیال وز. آقا وایسا. دنیال وز کشیدن است. آجی آرمانتئوس به قرآن فوتبال بازی زمان سختی اومدی. زمان سختی اومدی آقا. بزن همین جیم از سر رونالدو. اوه نه بابا مطمئن بزن. مطمئن. ببین سم سنو رو میدم حمید جیمستر رو میگیرم. ببین حمید رونالدو رو واکن بابا. من مطمئنی. حمید رو بزرگ کردم پسر. 3 2 1 راموس. یعنی چی الان؟ خب برو پایین تر حمید. یه دونه یه دونه میتونم بهت نشون بده. خب اصلا راهنمایی نمیکنی منو کسافت. من گفتم نه، گفتم نه، نگفتم نه. نه من گفتم نه. آقا چی گفتی نه؟ ماساژر گرفته بودم واسه بابام، خودم استفاده میکنم واسه هم. آجی راموس نه. مهدی اینو میزنم. اس آقا راموس اومد تو ترکیب. حاجی یه چیزی راجبه این بگم. شبا ساعت 10 ساعت ماساژه. من اینو واسه کینگ سولبا خریدم ولی استفاده خودش هیچ وقت دستش نگرفته. ساعت 9 ساعت ماساژه. من میرم تا ساعت 10 پشتش از اینجای سر تا نوک پا، تا نوک پاشو من ماساژ میدم اینو. خب کمک کن. از بین این سه نفر که بهت میگم یکیشون گفته رونالدو، آرمانتئوس، خب. شایان جی پی و عرفان تاکسیک. عرفان تاکسیک. مطمئنی؟ نمیدونم تو اینجوری گفتی شک کردم. عرفان تاکسیکو اسم میکنم. آرمان تئوس و شایان جی پی. اشتباه بگی دیگه رونالدو رو نمیارم. وای مکس کرد اینو گفت. چای مکس کرد وایسا. شایان آخه بابا شایان فوتبالی، آرمان کمتر فوتبالی. کسی که کمتر آرمان تئوس. شاید جیبی انتخاب تو بکن دیگه. انتخاب تو بکن. انتخاب تو بکن. من میگم آجی هر کدوم گفتم سریع آرمان شایان. یعنی چی؟ الان کدوم رو باز کنم؟ دوتا چی گفتی که؟ من گفتم داداش، من گفتم دیگه. خودت باید ببینی کدوم رونالدو دیگه. آقا رفیق توه، تو نمیدونی کدوم رئالیه؟ رئال که شایان رئالیه، شایان رئالیه. خب انتخاب کن دیگه، من نمیدونم. چرا؟ الان چرا این کارو کردی تو؟ آقا کدوم رئالیه؟ هر کی طبیعتا رئالی باشه میگه رونالدو دیگه. بارسایی نمیگه. بابا آخه آرمان اصلا فوتبالی نیست. خب هر کدوم رئالی باشه قطعا گفته رونالدو. حالا بعد شایان. تو شایان اگه مطمئنی شایان رئالیه من باز مطمئنم. شایان مطمئنی؟ آره آره. بارک الله قشنگی میسناسه رفیقاشو. صحبت بودم. بیا آقا رونالدو رو واسه دوردن تو تیم کریستیانو رونالدو. حالا یه بازیکن از بین اینایی که اینجا هست میتونی خودت به دلخواه بیاری تو ترکیبه. ببین گلکیپر سخت میده. ببین اولیور کانو گفته یکی از بچه‌ها میتونی در بیاری. آه اولیور کانو کی گفته؟ یعنی اولیور کانو کی گفته؟ آقا تو چیکار دادی از بین این بازیکن یکی رو بیار؟ من یک شینر بخورم شارشم. اولیور کانو بیار. اولیور کانو میخوای بیاری؟ من دارم میگم گفتن اولیور کانو. تو آقا بند همونی. فندک رو بیار. گفتن آقا بابا بزن همونی. خب بیشتر از همه رو میگی و گفتن که اولیور 104. آقای عزیز از بین بقیه آدما کیو بیشتر میشناسید؟
مانی رو بیشتر میشناسی، سمسلو رو بیشتر میشناسی، رضا کی؟ داداش رضا رفیقم میشینی چیکار میکنی تو؟ داداش همشون رفیقامونن، ولی خب من الان بین اینا با رضا و خودت هم هستی که اونجا. بله واسه منو نمیتونی بگی، من سخت گفت. خب بینی هم هست که بینی توسی نشده که. خب رضا ما باش واقعا یه عالم حرف میزنیم. من خیلی با رضا صحبت میکنم ولی راجع به فوتبال زیاد صحبت نکردیم اونقدر. خب کدوم تیمو بیشتر دوست داره؟ رضا رئال. ببین رضا اینه چون تیمشو درست گفتی، یه بازیکن قدیمی از رئال گفته. قدیمی قبل مسی و رونالدو. زینتین زیدان. باریکه. وای جلال. وای. فقط سوال داریم. ما زیدانو نداریم تو بازی. بیشتر واسه چی من باد کردم داداش؟ نمیتونی قبلش بگی؟ یه بازیکن دیگه میتونی بجاش بیاری، دستت بازه. خب هر بازیکنی بخوای. آقا خب نمیخوام، من زیدانو میخوام الان. زیدان نمیتونیم، نداره آقا تو بی فوتبال نداره گل زیدان دست من. خب واسه چی وقتی داره رضا اینه عزیزم دورت بگردم اونو بعد با رضا صحبت کن. پس خب نه وقتی واسه چی وقتی رضا داره میگه من نمیدونم، وقتی رضا داره میگه زیدان تو چرا نمیگی فداتشم؟ نه دیگه تو درست بگی الان تو میتونی دو تا بازیکن میذارم. نه حالا که اینجوری شد جای زیدان خودت یکی رو میگی که بچه ها نگفتن. ویرا مرسی. آها اینجوریه، یکی هم جایزه بعد بیاری، یکی هم چون درست گفتی جایزت. امباپه. امباپه کنار رونالدو. ببین حالی چی دید بچه ها؟ به قرآن هیچی من نگفته. من زیدان رو چون اولا که رضا رو خیلی خوب میشناسم، ما هر شب داریم ما هم دیگه حرف میزنیم، رضا رو خیلی خوب میشناسم و گفتش قدیمی رئال. من که رضا خب بنیو داداش بگیم، بنی بایرنیه. خب از بایرن مونیخ گفت داره. ببین بازیکنی از بایرن رو گفته که خوب. الان داره فوتبال بازی میکنه ولی توی بایرن مونیخ نیست. سانه رو گفته؟ سانه تو بایرن مونیخ. احمق میگم تو بایرن مونیخ نیست. آها بایرن مونیخ نیست. الان داره ولی فوتبال بازی میکنه. کوتینیو. آه کوتینیو لیورپول. وایس پستشو بگی گفتم. ببین دفاع و دروازه‌بان نیست داداش. دمت گرم تو رو قرآن. نه میاد دفاع و دروازه‌بان انتخاب میکنه. ممکنه شاید نوگه رو گفته باشه و الان هم اون بازیکنه داره سطح یک اروپا بازی میکنه. یه دونه میذارم رو هوا. هریکین. اگر هریکین که تازه اومده بایر مونیخ. احمق بابا تو میگی تازه اومده. تازه از بایر مونیخ رفته میگم. حاجی میخوام یه دونه تک زرد بگیرم گلو. متی ببین گلو اگه درست حدس نزدی باید به من بگی. نگاه گلو 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 نگاه گلو نگاه گلو نگاه گلو. تموم شد. بابا بگو دیگه. چپت چپت گل. احمق چپ خودت گل. چپ کی گفتی؟ چپ خودت. چپ کی گفتم؟ چپت گل. اشتباه گفتی. اشتباه گفتی. بگو بگو دیگه. چپت آقا آخرین کمکمو بهت میکنم. 20 ثانیه بهت وقت میدم. هافبکم نیست، مهاجم یارو. 1001 1002 وایس 1003 1008 تیمیه که دوستش نداری. 1009 حاجی یه لحظه وایس اینجوری میشماری من استرس میگیرم. حاجی همه اسم از ذهنم رفت. 1014 بابا میدونم میدونم اسماشون از ذهنم رفته. 1009 بابا میدونم کس شما را نوه قبلا بایر مونیخ. آقا میدونم دورست سرت بگردم. 5 سال پیش لواندوفسکی. کسافت. به قرآن میدونستم. به خدا انقدر احمقم. خیلی کمک کردم. یه لحظه بازم آقا چی گفت کمک کنی؟ چی گفت کمک کنی اصلا؟ چی گفت من کمک کنی آقا؟ اینجوری میکنی؟ چی گفت اصلا تو من کمک کنی؟ اصلا شاید لواندوفسکی نباشه. لواندوفسکیه بابا. من میدونستم به جون داداش. آقا لواندوفسکی. آخه لواندوفسکی کیه این انتخاب کرده آقا؟ 86 یارو. میاریش این بر میاریش بالا 102 میشه. آه خدا این خیلی کمک کرده. ما نظرم اینو چیز نکنیم. آره 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 قبول. یکی رو خوبی رضا بنیامین. رضا رو که شایان انتخاب کردی دیگه با رضا رو دوباره میتونم برم؟ خیلی دیگه دوباره نمیتونی انتخاب. خب بعدی خودتو که نمیتونم بس سمسنو دیگه. این همه آدم سمسنو. به نظرت کی گفته؟ حاجی حسام. از چه تیمی گفته؟ حسام رئال صد دیگه. آفرین از رئال گفته ولی نه خیلی قدیمی. همبازی رونالدو بوده. پستش دفاع بوده؟ دفاع و دروازه‌بان نیست. کرو ها همبازی رونالدو و الان هم بازی نمی‌کنه. خب نه میدونم واسه کروس وایس الان بازی نمی‌کنه. الان بازی نمی‌کنه. آره دیگه ولی کروس نیست. نزدیکی. مودریچ بازی داره می‌کنه. آره. نزدیکی. وای افک بس. افک بس. وایسا من خیلی چیز شده ذهنم. خیلی ذهنم کند شده وایسا. حاجی همه اسم از ذهنم رفته. خودت گفتی هافبک. خودت گفتی هافبک درست. میدونم بابا میدونم. آقا یه چیزی بهت میگم.
دیگه 10 ثانیه بهت فرصت میدم. نه نه واسه راهنمایی نکن منو. الان هم سرمربی یه تیم اروپاییه. بابا به جون سهیل بیاد واسه. یه لحظه واسه میدونم بابا ژابی آلونسو به قرآن میدونم. یه لحظه واسه ژابی آلونسو. ژابی آلونسو. ژابی آلونسو. 1009. ژابی آلونسو آقا من میدونستم ژابی آلونسو. یه لحظه وایسا دیدی؟ بارک الله ببین به جون سهیل قسم میخوام یه اعترافی بکنم. اومدم اینو سرچ کردم نگاه کن هافک های رئال خب ولی توش سرچش نرفتم. نگاه کن این اومد بالا ژابی آلونسو تازه یادم اومد. ای خدا آقا حالا پس من یه جایزه هم باید بیاری دیگه. درست گفتی ژابی آلونسو رو خدای خیلی کمک کردی منو. چیکار کنم سر همین نمیخوام جایزه رو. ای بابا تا الان اونایی که میشناختی و تقریبا درست گفتی یعنی 78 درصد درست گفتی. دیگه کی میشناسی حاجی؟ فلیم عاشق چیز رئاله. خیر یه بازیکنی گفته که قدیمیه اصلا نه رئال بوده نه بارسا لیگ جزیره بود. رودگولیت؟ نه ولی نزدیک. وای خیلی دور نیست تقریبا قبل زمان رونالدو اینا. دروگبا دیدی؟ دروگبا. دروگبا هم میتونه باشه. خیلی دروگبا رو بزن. خیلی دروگبا رو بزن. دروگبا رو بزن فلیم. مطمئنی؟ آره مطمئنی. البته نمیخوام اصلا دروگبا رو وایسا ما مهاجم داریم. این اصلا وایسا چرا دروگبا رو بزنی؟ آرمانتئوس بارسا رو زده نه؟ آرمانتئوس یه بازیکن واقعا عجوبه ای گفته. به نظرم اگر باز کنی ضرر نمی کنی. رونالدینیو مثلا میتونی بازش کنی. بازش کن. مطمئن؟ مطمئن. رونالدینیو رو گفته. عشق آقا رامین رضا. آخه این چنه آقا سلن یو رندم چنه مثلا این رضا رامین رضا یا رو گفت بینیم اونا. خدایی ولی بازیکن خوبیه. نه جدی بازیکن واقعا بازیکن خوبیه. عشق تیم ما. چرا اونو میگه رامین عشق تیم ما رامین. آقا رامین رضاییان اومد تو تیمت 88 آجی؟ خب رامین رفتش خب ببین یکی مرا... از بچه ها گفته مسی. من سه تا اسم بهت میگم یکیشون گفته مسی. احسان میرزاد امیر موفق به بچه دیگه هم انقدر کمک کردی تو؟ بله احسان میرزاد امیر موفق و مانیکس وید یکی اینا گفته مسی. احسان میرزاد امیر موفق صد نگفته مسی. پس امیر موفق حس میکنی؟ امیر موفق چون خودش بازیکن فوتباله از این اشقای داره مثلا بازیکن مثلا ناشناس زیاد بگی. آره قبول داری؟ خب پس میمونه مانی و احسان. احسان هم دیوونه است. احسان عاشق احسانم. ببین با احسان یه ویدیو گرفتم انقدر خوش گذشت دلم واسه تن شد. احسان جون بوس به کله دیگه این ویدیو رو می‌بینی. خب واسه گلیا پوچ واسه گلیا پوچ بازی کنم حس ششم رو بیارم. احسان پس میگی مانی. احسان گفته مسی. وایسا با مانی بحث فوتبالی نکردیم. ارتباطی که باشون داشتی بابا با مانی نه با مانی نه با احسان بحث فوتبالی نکردیم ما. آخه احسان تو قسمت اول گفت طرفدار چه تیمیه اگه دیده باشی راحت بین این دو تا حد. احسان گفت بارسا. قشنگ معلومه آقا من نمیدونم. یه دستی ها داشتی؟ یه دستی ها باید بکنی بین مانی و مانی. مانی میگی گفته مسی پس. آره مطمئن؟ آره مطمئن. آقا یه لحظه باشه اصلا من مسی نمیخوام. چرا؟ مهاجمان پرن. خب هافبک بازی میکنه مسی. هافبک ها من پرن. نه نیست هافبک ها. هافبک ها یه دونه خالیه. خب از مانی ها بزن. بارکالله بارکالله ایچ. ببین من میدونم خدایی راهنمایی نکردم اینو. لیونل مسی به عنوان AMF وارد ترکیب یه دونه بازیکن به عنوان جایزه میتونی بیاری. یه دونه دفاع وسط نداری یه دونه دفاع چپ کدومو میخوای بیاری؟ چه بازیکن؟ من بچه ها من چون واسم مسابقه همیشه بچه ها دیگه منو میشناسن. مسابقه مهم نیست اخلاق برام. من عاشق اخلاق پویول بودم آجی وقتی بازی میکرد. یه چیز هم آجی تو ذهنم بود همیشه پیچه یه چی خورد تو سرش افتاد تو زمین. پویول گفت بابا خفش بازی منو کنیم اونو انداخت بیرونه من بیارتونه. آره. یا نه آره آره به عشق همین پویول بندارم. عشق بابا تو مگه نمیدی تو رو نمیتونم انتخاب بکنم؟ میتونی منو انتخاب کنی. تو گفتی یه چیز چرت و پرت گفتم. من آره حدس نمیتونی بزنی من چی گفتم. بیام سمت تو راهنمایی میکنی حدستو بگیرم؟ راهنمایی میتونم بکنم ولی نمیدونم آخه میتونی یا نه. آقا بازیکن سرشناسه. من چه بازیکنی دوست دارم؟ تو رونالدو. خب رونالدو قبلا کجا بود؟ من یونایتد. خدایا الناس من یونایتد یوونتوس همه تیم‌ها رو گفت بجز رئال. همه تیم‌ها رو گفت بجز رئال. بابا خب میگی تو قبلا کجا بازی کرده؟ خب قبلا رئال بازی کرده دیگه. به نظر من همین الانم رئاله چون من عاشق رونالدو. دیدی یه جوری بیتوند وایس. آقا رئال از رئال مادرید من یه بازیکن گفتم که الان داره بازی میکنه.
الانم داره بازی میکنه؟ همین الان تو تیمه، تو ترکیب اصلی فیکس هم هست همیشه. تو رئال یه بارم از سرش خونریزی داشته دیگه، واقعا هیچ راهنمایی نمیکنم. اگه رئال مادرید نگاه کرده باشی میفهمی. بلینگام بلینگام خونریزی داشته واسه رئال مادرید. آقا من یه چیزی بگم، بعد از رونالدو مسی خودم زیاد دنبال نمیکنم اون مارو، واقعا زیاد دنبال نمیکنم. والورده، والورده قدش بلند، والورده هم قد توه. من قدم بلند نیست، بلندتر. 1.90 قدمه، 130 کیلو وزن خدا گرفتم. قدش بلنده ها. خب طبیعتاً کسی که قدش بلنده باید فکر کنی کسی که قدش بلنده کجا بازی کورتوا میتونه کورتوا هم باشه. آقا وایس یه لحظه ببخشید، من معذرت میخوام، من اصلا دروازه‌بان نیاز ندارم. آقا از کجا معلوم من دروازه‌بان گفتم؟ همین الان گفتی کسی که قدش بود. بچه ببخشید من نمیدونم چرا، مگه فقط کسی که قدش بلنده دروازه‌بان بازی میکنه؟ یا دروازه‌بان یا دفاع دیگه. خب دو تا بازیکن دیگه بیشتر نمیتونی بگی. چپ رئال چند وقت کیه حاجی؟ کیه چپ رئال؟ چند ساله متی تو رئاله؟ هست یه چند سالی هست تو رئال، بعد واران اینا اومد. تو چیز هم بازی میکنه؟ فرانسه؟ نمیگم نمیگم. بابا استش گه داره تشاره؟ بگم گه داره یا نه؟ گه داره. واو حاجی اینجوری دارم میکنم استش یادم نمیاد. خدایا همین که مسی اومده بود بابا تو فرانسه بود چپش میبنده موهاشو. چی میبنده موهاشو تو فرانسه اصلا گیه داره؟ نه بابا تو رئال میبنده موهاشو رو داره میگی؟ آقا تو گفتی گیه داره، من گفتم گیه داره. حالا بگرد ببین تو دفاع کی اسمش گیه داره. چیز دیگه چیز این آه چیز خدای کی بود دفاع رئال؟ نمیدونم متی، واقعا نمیدونم. دفاع وسط نمیدونم اسمش، نمیاد تو ذهنم. نمیاد واقعا، نمیاد تو ذهنم آجی. رودیگر بابا من اصلا عمرن رودیگر بابا من چند سال اصلا نگاه به قرآن ببین یه چی بگم بعد رونالدو مسی به نظر من فوتبال به درد نمیخوره. اونا اسطوره ما بودن. قبول دارم قبول مثل دارم. رونالدو مسی نمیاد آقا. رودیگر 79 ترکیب ریده این اصلا الوی بازی نمیکنه. خب تو گفتی به من اینو بردم، تو گفتی بیا سمت بیام سمت راهنمایی میکنم، من گفتم آقا بیا. این چرا راست 95 اونور 79؟ اوه خاطر اینکه الوی بازی نمیکنه. این ببین تو الان کار سخته سوید، دو نفر دیگه رو میتونی حدس بزنی؟ باید خب باید یکیشونو درست حدس بزنی که بتونی حداقل دفاع چپتو درست ببندی، چون اینجوری امتیاز کامل ترکیبو نمیگی. دو نفر رو بهت میگم، از بین این دو نفر یعنی هر دوتاشون هافبک های قدیمی گفتن. اگر هر هافبکی حدس بزنی که درست باشه واسط میارم تو ترکیب. بین امیرای زد خب و فلین، دو تا هافبک قدیمی متفاوت از هم گفتن. آجی وای خدایا من ذهنم چرا رفته، وای هافبک ها رو چرا یادم نمیاد اصلا. هافبک معروف تو چلسی کی بوده؟ میدونم به قر... لمپارد. تمام شده رفت. مرسی لمپارد. خب لمپارد رو من آوردم، حالا باید یه دونه بدلخواه انتخاب کنی که این دفاع چپت رو تکمیل بکنی. من میگم خب آقا روبرتو کارلوس رو بردار. خب روبرتو کارلوس رو بردار پس. اش ترکیب تکمیل همین ترکیبت شد آقا عالی. شما 330 امتیاز از ترکیب گرفتی، 70 امتیاز هم چون ترکیبت کامله میگیری 400 امتیاز. دو تا بازی میکنیم با ترکیبت. اگر دو تا احسان چه گرفت الان؟ احسان 1000 امتیاز گرفته. دو تا بازی از اینجا 1000 تا گرفت؟ نه 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 از اینجا چه از اینجا 400 گرفت مثل تو. خب مهتی الان به تو بستگی داره. آره تو باید سوال هایی که ازت میپرسم وسط بازی مثل آدم جواب بدی. من تمرکزم از وسط بازی. خب اگه آدم جواب ندم مثل سوال رو اشتباه جواب بدم گل به خودی میزنی؟ آره گل میخوری. برو گم شو سویل این ویدیو 10K کامنت بگیره موامو رنگ تو بکنم؟ 10K کامنت میگیره آقا. نمیگیره واسه من آقا، اینا مال کیه گنگ؟ 10K کامنت پر میکنن. نمیگیره واسه من آقا. پس بابا تو میخوار 10K کامنت به عشق اینا مال کیه گنگ آن تاپ 10K کامنت بذارید آقا مهتی ماهاش رنگ کنه. تمام موامو رنگ سویل کنم، همین رنگی الان هست دار. حاجی فکر کنم خیلی قویه نه؟ ببین یارو از ما قوی تر سوی. وای متی ببین دیگه ببین به من بستگی نداره، ادعایی که تو میکنی باید یه ثابت بشه. تیم حریف تو، تیم حریفت کروش 5 دفاعه یا اول واسه تو کاری داره آقا متی؟ نه من سوی سوالی برسه واسه شما کاری داره؟ بسمیه آقای سوی سوال جانم چه نمیادی فوتبال؟ چی شد که اصلا یوتیوبر شد؟ لگه واسه من آقا. اینو آقا تو جواب سوال منو بده، به اون چی کار داری آخه؟ داداش چی شد یه های یوتیوبر شد؟ واسه نمیدونم چی شد خدا باشی نفع میدم واسه همینجوری. چی شد یوتیوبر شدی؟ مثل آدم جواب بده، گل میخوری یا؟ آقا بذار من جواب، مثل بازی رو نمیبینم بذارم جواب. ماجی حقیقتا من عاشق آریا کیوکسنم، اینو همیشه گفتم بگم اولش. چه ربطی به چیز داره؟
داداش آریا کوکسر الگوی بنده بود. اولین یوتیوبری که دیدم آریا بود. کاشته گرفتم. کاشته گرفتم. پشت 18 قدم. من می‌بینم متی. تو توضیح بده. توضیح بده اصلا چی شد یوتیوبر شدی؟ چی یوتیوب واسه استارت دادی بیای تو یوتیوب؟ داداش من عاشق بازیگری بودم. من کلا عاشق دیده شدن. من دیده شدن حرف دو کلمه. من دیدم مشهور شدن دیگه. معروف شدن بودم. اما مشهور محبوب. مثل کی؟ جواد عزتی. من عاشق جواد عزتی ام. من جواد عزتی. چرا اومدی یوتیوب؟ خب جای دیگه میتونستی این مسیر یوتیوب شدنم نه همینجوری یهو نخوابیدم پاشم بگم یوتیوب شدم دارم زر میزنم اتیچا. بعد اینکه رفتم بازیگری بعد رفتم من شما یه فیلمم بازی کردم دیدم فضاش خیلی تاکسیکه الکی چه صافت من یه سریال بازی کردم اینو نمیدونی تو جدی؟ آره یه تیکه است کلا یه تیکه است داری فیلمشو تو یوتیوب هست اصلا خود سریال یوتیوب هست ببین یه تیکش بازی کردم دیدم فاز سمیه من ادامه داشت دیالوگ داشتم من اصلا ادامه داشت وی چیزم خب ولی دیدم فضای سمی اومدم بیرون آقا دیدم یه راه بهتری هست برای این کار دیدم همه بچه‌هایی که یوتیوب نگاه میکنن اصلا خواستن مهدی خب. کسایی که ویور یوتیوبن خواستن اومدم توی یوتیوب چون خواستن تو هم خواستی نه تو خواستی آقا من دور بگم دیدم بعد یه جایی من اینو بیان کنم این بازی کردن جلو دوربین بودن رو باید یه جایی چیز کنم دیدم حاجی ویدیو میتونم بسازم دیگه گفتم بیام تو یوتیوب که یه روزی خدایا خدا خودش بخواد محبوب بشیم بین بچه‌ها خب سلبا از کجا اومد؟ سلبا ترکیب اسم و فامیلمه داداش همین یعنی فکر کردی ترکیب کردی شد سلبا؟ بابا بازی با کلمات نشستم گفتم سوهیل سلبا یه افتاد سوهیل سلبا آجی همینجور رندوم هستن گفتم یه اسمی باشه با حال باشه آقا چی شد که از ریاکشن اومدی بیرون؟ این خیلی مهمه حقیقتاً ما خیلی کپی رایت می‌خوردیم توی ریاکشن و خیلی داشت به چنل آسیب می‌زد یعنی کپی رایت واقعاً داشت به چنل آسیب می‌زد اصلا یوتیوب اخطار داد به ما گفت وات آر یو دوینگ ناو گفتم بابا آی دونت نو گفتم بابا من نمی‌دونم وات ایز سیریزی گفتم بابا به قرآن داشتم چیزی کردم بعد دیگه دیدم زبانم خوب نیست دیگه گفتم من ریاکشن نمی‌ذارم پس چه به چنل آسیب نزنه چه اومدیم بیرون با دنیای ولاگ و اینا شدیم خدا رو شکر بچه‌ها دوست داشتن همین عشق اگه میخواستی یک صحنه عاشقانه رو یه صحنه خب. عاشقانه فیلم واقعی یا بازی بکنی دوست داشتی کدوم صحنه باشه از اون صحنه ها نه از این صحنه عادی یعنی چی صحنه حالا کیسی میسی آ کیس قدیروز میگفت بگیر حالا میگه کیس یه صحنه است این صحنه رو فقط عاشقا درک میکنن داخل خب. فیلم اسپایدرمن امیزینگ اوه نمیدونم کدومو میخوام بگم همون که زن چی سفید بود خب کدوم صحنه رو میخوام بگم اونجایی که افتاد مرد از اون بالا با تناب آره کسی که همه دیدن صد دست اسپویل نمیشه بچه من کل اتاقم اسپایدرمن شده من خیلی عاشق اسپایدرمنم و اینکه آره دیگه اون صحنه ای که میاد بگیره تار بزنه میفته بعد بغل میکنه گون استیسیو اون صحنه واسه من واقعا اصلا سوال پیچوندی قشنگ من گفتم کی گفتی صحنه عاشقانه کی همون صحنه که اینجوری برمیگردونه به خدا رو پل اونجا خیلی اصلا اون از کیست نداش آقا خب باشه یه صحنه عاشقانه بگم میخواد بره فرودگاه اسپایدرمن منو نداشت کیس اونجا نداشت بابا زر نزن من حفظم بابا اسپایدرمنو میگه نداشت آقا نداشت من دیدم میخواد از فرودگاه برگرده با تار میزنه لاف یو برش میبره پشت بوم بوسش میکنه یهو میبینه اختار پشت بوم برو آقا بده یه منو سوال بعدی آقا تا حالا با جواد عزتی همکاری کردی یا نه همکاری که نه هم استادم بوده جواد عزتی دو سال مربی بازیگری من بود شما پس بازیگری میرفت آقا من همین ده ده پنج دقیقه پیش گفتم به شما حاجی این لواندوفسکی که بنیامین انتخاب کرده هیچ گویی نمیخوره واقعا بی احترامی به لواندوفسکی طرفدارای لواندوفسکی من که فوتبالی زیاد نیستم توی چیز ولی طرفدار لواندوفسکی فوتبالی ام خیلی فوتبالی ام ولی خیلی وقت بعد رونالدو مسی اونجوری توی دروازه رونالدو گل زد رونالدو جورجینیو رو دوستش دارم تو این مهارت عجیبی که داری و اکثریت نمیدونن من هیچ مهارت خاصی ندارم من فقط میتونم بخندونم آدم رو خدا رو شکر خودش یه مهارتم اینه چی؟ اون چه مهارتی؟ چه صدایی؟ با یه دونه کف اینجوری دست میزنم سهیل اگر 24 ساعت دختر بشی خب. توی اون 24 ساعت چه چیزایی رو تجربه میکنی؟ چه
سوال رو از کجا آوردی مثلا اصلا جدی سوال از نمیخواد جواب بده این شرکت مندایی که نمیخواد جواب بدن من اصلا میگم بابا دختر میشدم کجا میرفتم 24 ساعت چیکار میکردم آره میرفتم جلو مدرسه پسرونه پا نمیدادم آقا لواندوفسکی همش رو زمین این چه بازیکنی انتخاب کردی من ببخشید من به ایشون تعلیم فوتبال دادم به من داری اعتراض میکنی به من چه ربطی داره آقا من مربی ایشون بودم 24 ساعت فقط میری اونجا وای میسی نه آقا دارم توضیح میدم وسط حرفم یهو حرف میزنی نمیفهمم چی میگه سری بگو بعد میرم حموم زنونه میرم استخر زنونه همین دیگه زیاد کار همین 24 ساعت فقط میری همین چیکار بکنم دیگه پسر بودم دختر شدم این کارو خواستی من بکنم سوالو خیلی ازت کردن هیچ وقتم مثل آدم جواب ندادی بفرما خیلی هم خواهان داره ویدیو با زیدی کی میاد ویدیو با ایشون خیلی دوست دارم خدا وکیلی بذار من قطعا این کار انجام میدم واقعا این کار انجام میدم جدی ولی خودش خجالت میکشه واقعا خجالت میکشه من چرا ما سه تا ویدیو گرفتیم از هر وقت خودش اوکی شد میگیریم نه این بچه ها تو کامنت های مینویسن ویدیو با بانو ویدیو با آقا اسمش بانو آقا زیدی چیه بیشتر آقا تو گفته بودی به خدا من بانو گل بعدی گل بعدی رونالدو گل بعدی هم زد آقا چی بودی مهتی بستو بگو بالاخره کی میاد این ویدیو آقا میگم این کامنتاتون خیلی داره تاثیر میذاره و خیلی خودش چیز شده هی بنویسید تو کامنتا تو همه کامنتا بنویسید خودش دوست داره بیاد فقط ما سه تا ویدیو هم گرفتیم از یه سال دو سال پیش ولی نمیذاره بذارم همش باگ کرد باگ شد خجالتیه ولی من دارم اصلا چیز میکنم که بیاد ولی بیاد چه ترکیبش مثل خودمه مثل خودم فانه کی ما این ویدیو رو میبینیم میاد یه سال دیگه قول... نه یه سال دیگه هم نه میاد تو همین چند وقت قول میدم این کامنتا رو ادامه بدید میاد قول میدم دوست داری با کی ویدیو بگیری که تا حالا ویدیو نگرفتی سوهیل آریا کیوکسر حاجی حاجی من دیوونه ای آریا کیوکسرم واقعا سوهیل از ته دل آریا رو دوست داره اصلا واسه آریا هم شروع کردش یوتیوب من اصلا ببین عاشق آریا کیوکسرم من دیوونه ای آریا کیوکسرم آریا پیش با کله بیاج پیشنهاد بده میرم اصلا الگو دیگه ببین واقعا اسطوره است به نظر من حاجی واسه یوتیوب بعدش کوروش که کوروش ولی خدا رو شکر با هم دیگه صحبت میکنیم عشق منه کوروش واقعا دوستش دارم خیلی انرژی میده بچه کوروش بچه ها یه آدم خیلی خفنیه اصلا دو برابر چیزی که تو ذهنتونه خفنه اینو اینجوری بهتون بگم انرژی میده یهو رندوم میاد جدی پی ام میده میگه اون ویدیوت خیلی باحال بود کلی خندیدم این یعنی انرژی آقا یه سوال کرده بودن از سهیل گفته بودن که سهیل خود واقعیش هم همین جوریه که جلوی دوربینه یا نه شما باید بگی اینا آمتی ببین سهیل من ته ته خسته بودنش رو دیدم اون تایم هم میخنده اون تایمش هم همین جوریه یعنی اصلا فکر نکن جلوی دوربین یه طوریه پشت دوربین یه جوریه همش همین دوره سرت بگردم من عزیزم گل زد به سهیل خاک تو سرت احمق از همی میکنی منو کاسته گل زد من چیکار کنم آقا وای وای توی دروازه ما رو کلا سه بده سه یکی لبان نفکی بوده سوهیل عاشقانه ترین چیزی که هدیه گرفته آه این گیر داده به عاشقانه ترین بچه من یه اتکلون این اتکلونه خوشبوترین اتکلون دنیا از نظر من بعد اینو بچه من 6 سال پیش کادو گرفتم این نیستا اونی که من 6 سال پیش کادو گرفتم اینه وای 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 خب گوله بعدی رو زدم مهتی دمت کرد کی زد؟ تمازون گل رونالدو زد هتریک بابا خدایا رونالدو کیه؟ آقا این اونیه که من 6 سال پیش کادو گرفتم هنوز نگرش داشته بودم تا الان واسه این بردت 300 امتیاز دیگه هم میگیری 700 امتیاز بی شرف مگه نمیگی توضیح بده الان 700 امتیاز تفاضل گل 3 سهیل اگه بازی بعد تفاضل گل احسان 5 اگه بازی بعدی تو 3 هیچ ببری قهرمان اولی اینو من 6 سال پیش کادو گرفتم از بانو بچه پیدا نمیکردم پیدا کردم بالاخره انقدر دوستش داشتم اینو گرفتم با ارزش ترین کادویی که همین دیگه یک ساعت میخوام اینو توضیح بدم بس چیه؟ خیلی قوی این از قبلی خیلی قوی تره داداش این دیویژن دو جهانه 10 تا دیویژن داریم این دوه تو چندی؟ منم دو تازه رسیدم خب دیگه ادعا میکنی مهدی بس بدی بس دوی دیگه آقا ترکیب حریف تو ببین اول هیچی نیست یا خدا همه سدن خیلی قویه
اینا مال کیه گنگ از کجا اومد؟ اینا مال کیه گنگ؟ خدا من خودم هم نمیدونم. به قرآن خودم هم نمیدونم باورت میشه؟ میگم به جون سهل یهو اومدیم دیدیم اینا مال کیه گنگ. سهل بار می بودیم ما شدیم. اصلا اولین بار کی این جمله رو گفتی؟ حاجی اصلا یادم نمیاد به خدا. ببین یه دونه چیز شده بود، یه تبلیغ بود، مثلا داشت میگفت اینا مال کیه اینا، بعد به خدا دارم میگم یهو من گفتم اینا مال کیه، اینا مال کیه گنگ یهو شد اینا مال کیه. من تو ویدیو هی میگفتم به کین سهل با یهو شدیم اینا مال کیه گنگ و عاشقشم. اگر یک روز باید به عنوان حیوان خونگی یکی از رفیقات انتخاب میشدی، چه حیوان خونگی میشدی واسه کدوم رفیق؟ من حیوان خونگی میشدم. چه حیوان خونگی میشدم واسه کدوم؟ هادی گفته بود کلاغ سهل میشه. هادی چرا کلاغ من؟ چرا هادی کلاغ من بشه؟ من کلاغ دوست دارم بشم. چرا کلاغ من؟ واسه کلاغ نمید هادی. من انقدر کلاغ بدم میاد، یه کفتر جلوی خونمون لونه کرده بود، من وابسته شده بودم به این کلاغ بی‌ناموس، اومد خورد اینو. من خرگوش رضا میشدم هادی. رضا خودش دامپزشکی خونده؟ نه رضا دامپزشکی خونده. خوب کلن همش نه اتفاقا بدتر، همش آزمایشت میکنه. نه خوب میرسه یعنی تذیر میکنه آجی. دستشوی خرگوش، دستشوی خرگوش شبیه چیزه کیش میشه، میرم تو ظرف چیز دستشوی میکنم بخورم. یه خرگوش داشتم اسمش گذاشته بودم آقا فریبرد. من خودم هم گفته خرگوش داشتم اسم نداشت. بچه یه داستانی بگم. من بچه من خونه تنها موندم، بچه بودم میرفتم سر کار ماما بابا. آجی یهو دیدم دونه دونه مویز ریخت، از این چیزا ریخته بچه، از این کشمشا ریخته زمین. همینجوری برداشتم خوردم دیدم رسیدم به تپه. باور کن رسیدم به یه تپه، دیدم خرگوشه اونجا. چه مزه‌ای بود. مزه دستشویی میداد دیگه. من نمی بچه یادم نمیاد. آقا بچه بودم فکر می‌کردم مقویه. مامانم گفته بود هر چی که زهره ماره مقویه. من ببینم این مقویه. خوردم یهو دیدم یه تپه است، بعد فهمیدیم دستشویی این خرگوشه بوده. بابام فردا رهاش کرد تو جنگل. سهیل بحث کار کردنت اومد. قبل یوتیوب چه کارایی می‌کردی؟ من قبل یوتیوب سوپرمارکت، توی لوازم پلاستیک فروشی، آرایشگاه، من از چیزم کار میکردم. آی بلو خوردی بابا، خاک تو سرت. بدترین سوتی که تا حالا دادی چی بوده؟ رفته بودیم آقا ما این انتخاب شهری، انتخاب شهر گواهینامه. من استرسی شدیدم، بچه‌ها همه میدونن. کی بگه؟ کل یوتیوبرها میدونن من چقدر استرسی ام آجی. همه یوتیوبرها میدونن، هر کی تو ذهن توه میدونه من چقدر استرسی ام. رفته بودیم توی این انتخاب شهری، پام اینجوری داشت میلرزید آجی، پام داشت میلرزید. بعد رفتیم گفت بزن اینجا فلان کن اونجا برو راهنمازم. رسیدیم به پارک تو آجی، رسیدیم پارک تو، من اومدم دستم بزن رو صندلی، دستم گذاشتم رو کله یارو. دنده عقب بیری، من دستم بزنی رو صندلی دیاجی، من دستم گذاشتم رو کله یارو. بعد اینجوری فشارش شدم من، یهو دیدم کله یاروه. بعد پام شروع کرد به لرزیدن. چی؟ بعد یارو گفت عزیزم آروم باش، چرا انقدر استرس داری فلان و اینا. من قبولم کرد آقا. جدی دمش گرم. آره بعد اینجوری فشار دادم سرش، اومدم چیز کنم بنده خدا سرش هم نزدیک بخور به داشبورد. عجیب ترین خوابی که تا حالا دیدی چی بوده سوی؟ باید بگی. خوابی که دیدم اسپایدرمن شده بودم. خواب دیدم اسپایدرمن شدم، بابامو نجات دادم. دست دیدم هم کجا بود؟ دکتر اختاپوس هم شوهر من بود فکر کنم آجی. توی چیز کین توی... کجا بود اصلا نجاتش دادی؟ آقا یه برجی بود، من ایران نبودم، توی دقیقا همون فضای مرد عنکبوتی بودم. دکتر اختاپوس هم شوهر من بود، بابامو گرفته بود. به خدا دارم بابامو گرفته بود. من رفتم اینجوری تار زدم آجی، چیز کردم. یه خواب عجیب دیگه باز راجب اسپایدرمن بود. سری بیدار شدم، اومدم تار بزنم چون ساختمون های ایران کوتاه، افتادم. آقا چه خوابایی تو داری میبینی؟ نمیدونم عاشق. آره من عاشق اسپایدرمنم آقا. آقا این سوالو من نمیخواستم از سهیل بپرسم، ولی چون از بقیه پرسیده بودم از سهیل هم باید بپرسم. اگر آقا جور از جون فردا آخرین روز زندگیت باشه، خب شما اون 24 ساعتو چیکار میکنی؟ واقعا میرم بغل مامان بابا میخوابم جدی. رول بغل کینگ با 130 کیلو؟ آره آقا به تو چه، من میخوابم. خود کینگ اعتراض نمیکنه، میت داره اعتراض میکنه. اگر میتونستی بدون محدودیت سنی، نمیدونم کشوری مشوری، با یکی همین الان ازدواج کنی، کیو انتخاب میکرد؟ میلی بابی براون. یه بازیگر ها گفتم آقا، میلی بابی براون. کجا بازی کرد من نمیشه. یا سیدنی ندیدم. سیدنی سوینی رو ندیدی تو؟ آبا سیدنی سوینی بنیامین هم گفت من میخوام اون ازدواج کنم. بله آقا بابا همین الان دایرکت یه یکی به دوتا که نمیشه که، یکی دیگر رو انتخاب کنم. من با خود همین بانو ازدواج کنم. دیدی سوالو یا نه نه با سلبریتی. سلبریتی گفتم آقا میلی بابی براون یا سلنا گومز حاجی. ببین سلنا گومز خوب حاجی. سلنا گومز الان نه، الان نه. سلنا گومز اتفاقا الان. بچه ها میفهمن چی میگم. گل خورد. آقا دست سر میشه بدی دست داداشت بازی کنه؟ اگه قرار بود اسم تو عوض کنی سوهل چی میذاشتی؟ خود سوهل دیگه نه دیگه نه نه. دانیال دانیال و کجا بود؟
نمیدونم یه اومد تو زنم گفتم اول چیزی که میگم سامم اگه سام. یه روز نامرئی میشدی چیکار میکردی؟ چه غلطی خیلی فکر کردم میرفتم خونه یه بازیگر معروف ببینم چه جوری زندگی میکنه. میرفتم خونه سلبریتی ها آدمای معروف راحت میرفتم تو دیگه در وا میکردم میرفتم دیگه. سویل قبل یوتیوب لقبی داشتی که با اون صدات میکردن؟ بهم میگفتن سویل خفن تو مدرسه راهنمایی خفن خفن چا پنج تا بچه‌ها بودیم من سویل خفن بودم یکیشون آرمی توی اف ام بود یکیشون امیر توپل بود یه دونش هم هادی علیشمس هم بودش نه آقا نه بابا من تو داری من مسخره میکن تمسخر واقعا ما اسممون اینا بود هجی بچه بودیم دیگه نمیدونست اگه زندگی تو میکردی یه کتاب اسمش چی میذاشتی؟ یا یه کتاب فیلم؟ کتاب زندگی فقط برای پدر و مادرم. این قشنگ بود کسی سواله نگفت فقط بچه همه رفیق خوبه چه جوره کینگ و راجی بابا دارم حرف بزنم اصابی میخوا حرف بزنم تفوته به این سواله رو بزنم بزنست جواب منو نمیخواد رفیق خوبه دوست خوبه بچه ولی پدر و مادر خانواده است که میمونن برای آدم ها فقط واسه خانواده تون بچه زندگی خانواده بگو آقا بگو من اصلا رفت چجوری کینگ رو راضی کردی بیاد جلو دور بیاد به خدا کینگ خودش اومد یعنی خودش من یه روز نشسته بودم یه روز نشسته بودم یه ریاکشن نه اصلا ما ریاکشن شو نکردم یه روز نشسته بودم من قبلا ویدیو میذاشتم نمیگرفت میخواستم یوتیوب بذارم کنار گریه کردم دقیقاً نشسته بودم اونور بود میزم اینور اتاقم بود نشسته بودم گریه کردم بعد بابا اومد تو گفت چی شده سر گفتم بابا دیگه نمیخوام یوتیوب کار کنم من گریه داشتم ریاکشن داشتی اون موقع چی میگی چرت و پرت چرا میگی آقا میگم قبلا کار میکردی خب تو چه چنل گیم میذاشتم بعد گریه داشتم میکردم گفتم بابا من نمیخوام یوتیوب کار کنم اصلا نمیتونم یوتیوب فلان بابا مرگش گفت تو غلط کردی دوربین روشن کن همینجوری یه ویدیو بگیریم با اینکه اصلا نمیدونست چیه داستان اومد یهو یه سایکو نخنده گرفتیم دیدم اونجا 10000 تا ویو خورد واقعا من مدیون کین سالبا ماجی اصلا اون موقع 300 400 نه 300 400 تا نه 1000 تا 200 تا آجی بعد یادم قشنگ به بچه‌ها گفتم اگه دوست دارید با بابا ویدیو بذارم کامنت ها رو برسونید مثلا به 10000 تا هم 10000 تا کامنت اون موقع که من کامنتام 100 تا دونه بود حاجی واقعا مدیون کینگ هم واقعا کینگ سولبات یادم نمیره اینجا خاجی کینگ سولبا و بچه‌هایی که واقعا اینم لطف داشتن آقا هر کدوم از این حالا همین الان دقیقه 80 اینا که دو تا قبیم درست شد دیگه هر کدوم از این یوتیوبرها رو با یه کلمه توصیف کن رضا آینه عشق داداش قلب سمسنو داداش قلب عشق چرا همه مثل همه آقا همه رو دوست دارم یه بار دیگه بگو درست بگو رضا آینه کوه سمسنو عشق سمسنو یه کلمه دیگه تو ذهنمه دمتگر هر چی میشه میگه دمتگر ماجی سوی پرنگ با استعداد سامساوری عمو آریا کیوکسر اسطوره کوروش زرندوز قند عسل و آخرین نفر من مهتی بذار بگم مهتی دلگرمی واقعا واسه جدی بچه‌ها یه چیزی بذار بگم من موقعی که توی چنل اصلی فعالیت نمی‌کردم نمی‌خواد آقا اینو خیلی من نه به تو هیچ ربطی نداره آقا من چنل اصلی فعالیت نمی‌کردم خفه شو بچه‌ها بیا چیزی بگم مهتی باعث شدش من دوباره شروع کنم اینو خواستم بگم بهتون مهتی باعث شد من دوباره شروع بکنم تو چنل اصلی فعالیت کردم هر موقع میخواد انرژی میاد پایین میاد به من انرژی میده این کسافه آقا ول کن اصلا این چیزا دمت گرم خیلی دوست دارم اینا رو تو ویدیو بگم خفه شه دیگه آقا دم شما گرم اومدی خفش زهر ما رو منو بازوندی تو آقا باختی دیگه سوالا رو قهرمان می‌خواستم بشم من مثلا سوالا رو واقعا درست جواب نداد سوال شما فکر کنم آخر شدی نیست داداش تو آخر قبل از اینکه سوال اصلا تو جوابا رو مهم بود برات یا فقط سوال رو مهم بود برات سوال شاعر میگه چی میگه کینگی نمیشه هر سیمبای یعنی الان سیمبا کینگ ها کینگ سیمبا بوده یعنی قبلا سیمبا چیه اصلا سیمبا اون شیرشا بود بچه شیر کو شیر بوده دمت نگم شیرشا نیدم خاک دوست دارم آقا اشتغاله دوستتون دارم شوخی چیزی کردیم ببخشید بچه خیلی دوستتون دارم یه ویدیو خیلی خودمونی بود با مهتی گرفتیم عاشقتونم بچه مهتی خیلی نیاز به حمایت های شما داره تا یه ویدیو دیگه فعلا دمت گرم نوکرتم داداش خدافظ